سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. ادامه بمباردمان و حملات نیروهای ترکیه بر مناطق تحت کنترل کردها در سوریه و واکنش تازه ایالات متحده در مورد اظهارات متناقض سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد حمله هکرها بر سیستم اطلاعاتی این کمیسیون. And keep in mind that Afghanistan is also a very important platform for U.S. and coalition. و مخالفت دوباره و جدی جنرال دیوید پتریس، رئیس پیشین CIA و فرمانده پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان به هر گونه طرح خروجی عساکر آمریکایی از افغانستان. سلام. با برنامه امروز پنجشنبه 10 ماه اکتبر سال 2019 خوش آمدید. این برنامه در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک نیز همزمان نشر می شود. من سیرزیا هستم و امید می کنم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. با تازه ترین ها در مورد وضعیت سوریه برنامه را آغاز می کنیم. در جریان 2 روز عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه بیش از 100 جنگجوی کرد کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب امروز پنجشنبه گفت که این عملیات ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع ترکیه ادعا کرد که به پیشرفت‌های دست یافتند، اما نیروهای کرد سوری مستقر در آن منطقه این ادعای ترکیه را رد کردند. اینکه این عملیات نظامی چه واکنش‌هایی را در پی داشته است در گزارش از همکارم قدیر مشرف دنبال می‌کنیم. عملیات اردوی ترکیه در مناطق سرحدی آن کشور با سوریه وارد دومین روز خود شده و تاکنون ادعاهای ضد و نقیض در مورد پیشروی‌های دو طرف به نشر رسیده است. وزارت دفاع ترکیه از پیشرفت‌های در شهرک‌ها و قصبات شمال شرقی سوریه خبر داده است، اما گروه مدافع حقوق بشری به رهبری کردها و فعالین سوری روز پنجشنبه گفتند که با وجود حملات سنگین هوایی و زمینی ترک‌ها، اردوی ترکیه نتوانسته در چندین جبهه علیه کردهای سوری به پیشروی‌های نائل آید. نیروهای آمریکایی که از کردهای سوری حمایت می‌کردند و در جنگ کردها علیه گروه داعش در منطقه متحد آنان به شمار می رفتند، از منطقه عقب نشینی کردند که این امر راه را برای حمله ترک ها بر نیروهای کرد سوری هموار کرد. قانونگذاران ارشد جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم خروج سربازان آمریکایی را از شمال شرق سوریه تقبیح کردند. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه در پیام تویتر خود نوشته است که برای متحدین کرد ما که به گونه بی‌شرمانه توسط اداره ترامپ تنها رها شدند دعا می کنیم. این اقدام برگشت دوباره داعش را تضمین می کند. مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان و رئیس پیشین اداره خودمختار کردها در عراق در یک پیام تویتر گفته است که رئیس جمهور ترامپ لطفاً بدانید که مردم کردستان همیشه حقوق خود را دنبال کرده و نیروهای پیشمرگه با عنوان بخشی از ائتلاف ضد گروه داعش آن گروه را شکست داد. خون کردها بسا با ارزشتر از پول و سلاح می باشد. تشکر. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا ادعاهای را رد کرد که گویا واشنگتن برای حمله ترکیه بر سوریه چراغ سبز نشان داده است. این ادعا کاملا نادرست است. ایالات متحده به ترکیه چراغ سبز نشان نداده است. این عملیات ترکیه عضو عمده پیمان ناتو با انتقادات شدید کشورهای بین المللی و همپیمانانش مواجه شده است. چین به روز پنجشنبه از جناح‌های مرتبط در جامعه بین المللی خواست تا اوضاع را در سوریه بیش از این پیچیده‌تر نسازد. چین به این باور است که حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام و حراست قرار گیرد. قصر سفید با انتشار بیانیه به نقل از رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده که واشنگتن اقدام ترکیه را در حمله بر شمال سوریه تایید نمی‌کند و آن را مفکوره بد عنوان کرده است. اتحادیه اروپایی، ایتالیا، دنمارک، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند، استرالیا، ناتو، رهبران عرب به شمول مصر و گروه‌های حقوق بشری عملیات تهاجمی ترکیه را بر کردهای سوری محکوم کرده و از تشدید بحران بشری در سوریه هشدار دادند. قرار است امروز پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد نشست اضطراری را روی عملیات نظامی ترکیه در سوریه پشت درهای بسته برگزار کند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای دریافت معلومات تازه در مورد چگونگی تعامل مقامات نظامی ایالات متحده با تهاجم نیروهای ترکیه در مناطق تحت کنترل کردها در سوریه با کالا باب، خبرنگار صدای آمریکا در وزارت دفاع ایالات متحده، کم اکنون از مقر وزارت دفاع در برنامه با ما هستن صحبت میکنیم. کالا، تشکر از وقتتان. تازه ترین واکنش مقامات نظامی آمریکا در مورد وضعیت در منطقه کردنشین سوریه چی است؟ عموماً ایالات متحده و اردوی ایالات متحده میگن که اونا موافق نیستند با این تهاجم ترکیه و این عقیده بسیار بد است و این میتونه که پیامدهای بدی را داشته باشه و اونا حتی نگرانتر هستند. ما با مردم اینجا که صحبت میکنیم میبینیم که اونا نگران هستند که بجایی که این جنگ پیروز شود و ایالات متحده خارج شود، این وضعیت را به حالت میکشانه که ایالات متحده دوباره باید داخل کشور شود، چرا که داعش ممکن به جلب و جذب نیرو بپردازه و ایران من یک فرصت تلقی کنه که خود را گسترش بده. وقتی با مردم در منطقه صحبت میکنم، خبرنگار در اینجا داریم از فاکس نیوز جنفر که با یکی از اعضای اردوی آمریکا صحبت کرد، یک عسکر که در اینجا هست، و او گفت که او بسیار خجالت زده است از وضعیتی که اینجا هست و با کردها کار میکنیم. کار میکردیم در حالی که ما شیشتیم در کنار کردها منتظر عملات هستیم و یک بخش شرم‌آور کار از او است. بنابراین ما منتظر هستیم که ببینیم که ترکیه چی میکنه و قدم بعدش چیست و کردها چگونه به اقدامات واکنش نشان خواهند داد. کالا، آیا میدونید که دستور برای نیروهای نظامی آمریکایی باقی مانده در مناطق تحت کنترل کردها در سوریه چی است؟ نیروهای ایالات متحده از این مناطقی که ترکیه مورد هدف قرار داده خارج شدند، ولی هنوز حدود 1000 عسکر آمریکایی در سوریه است و هنوز از کشور خارج نشدند، فقط به جنوب سوریه رفتند. و آنچه که ما میشنویم از عساکری است که وضعیت بسیار نگران کننده است، چون ایالات متحده کمک کاملا نمیکنه. سلاح از کردها نگرفتند، ولی گفتند که شامل از این جنگ نشویم. و ما شنیدیم که عساکر آمریکایی حداقل برخی از جنگجویان داعش توقیف کردن و دو مرکز را در داعش که مسئولیت سربریدن اختطاف کنندگان را بر عهده داشتن در برابر ویدیوها اونا را توقیف کردن و در توقیف ایالات متحده وکار می‌کنن، به شمول دو جنگجوی داعش که برطانوی تبار هستند. ولی به دور از اون ما دیگه هیچ معلوماتی نداریم که در اونجا چه می‌گذره. کالا باب، گزارشگر صدای آمریکا از پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده با ما بودن. تشکر از وقتتان. و حال هم از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای هر گونه حمله یا رخنه سایبری هکرها را بر سیستم مرکزی یا اطلاعاتی این اداره رد کرد. علی افتخاری، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات، با صدای آمریکا گفت که سیستم مرکزی این ارگان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است و در مقابل هر نوع حملات اینترنتی از امنیت بالای برخوردار است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این گزارش‌های مبنی بر حمله سایبری بر بانک اطلاعاتی کمیسیون نیز نشر شده است. چیزی که کمیسیون میتونه تایید بکنه، هیچ گونه حمله بالای سیستم صورت نگرفته و کارمندای مشارکت در ملوی که فعلا آمدند کابل به اساس همون تفاهم یا قرارداد بود که در جریان کار اگر سیستم داون میشه، کن میشه، کارش به مشکل برمیخوره، اینا به لحاظ تکنیکی بین ما را همکاری بکنن. از سوی هم دو تن از انجینران شرکت درملو برای تسریع کار این کمیسیون از آلمان به کابل رسیدند. این انجینران را در قبال تسریع روند داخل ساختن آرا به بانک اطلاعاتی و حل مشکلات سیستم مرکزی به افغانها کمک می کنند. در انکشاف تازه دیگر، وزارت دفاع افغانستان از افزایش حملات هوایی و زمینی علیه گروه طالبان خبر می دهد. مقام ها در این وزارت به صدای آمریکا می گویند که در جنگ با طالبان 60% حملات هوایی و 50% حملات زمینی افزایش داده شده است. در همین حال گزارش ها کیست که نظامیان خارجی مستقر در افغانستان نیز در ماه سپتامبر حدود 1000 بم را بر جنگجویان طالب در افغانستان پرتاب کردند. افزایش حملات هوایی نظامیان افغان و آمریکایی علیه طالبان.
یک ماه پیش به دنبال لغو مذاکرات امریکا و طالبان و هشدار دونالد ترامپ مبنی بر افزایش کم سابقه حملات امریکا علیه طالبان، آمارها نشان دهنده پرتاب 948 بم توسط قوای هوایی امریکا در ماه سپتامبر بر مواضع طالبان در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات هوایی و زمینی نظامیان افغان نیز علیه گروه طالبان افزایش یافتند. بیشتر از 60% ما عملیات های هوایی خود در مقایسه با یک سال پیش افزایش داده باشیم. به این ترتیب میزان عملیات های زمینی تهاجمی ما بیشتر از 50% افزایش پیدا کرده. امروز نیروهای امنیتی افغانستان 100% در حالت تهاجمی قرار دارند. دو سال پیش در حالت دفاعی قرار داشتند. دو سال پیش طالبان می آمدند بالای مواضع سنگرها، پست های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمله می کردند. به این خاطر میزان تلفات نیروهای افغان بسیار بالا بود. امسال ما هستیم که بالای از او حمله می کنیم. دو سال پیش واسه جنگ ما تعیین میکردن، امروز سایه جنگ ما برشان تعیین میکنیم. در جنگ با گروه طالبان از هر 10 حمله هوایی 7 حمله توسط قوای هوایی افغانستان و 3 حمله توسط نظامیان خارجی صورت میگیرد. با این حال آگاهان نظامی تاکید میورزند که در انجام چنین حملات باید از دقت بیشتر کار گرفته شود. ما اگر طرح درستری داشته باشیم امیدوار هستیم که به طرف صلح بره، اما تهدیداتی که از طرف قوای هوایی میشه، تعدیداتی که از طرف جنگ میشه، تعدیداتی که از طرف خونپاره ها صورت میگیره، ما باورمند به این هستم که دردها را اضافه میسازه و دامن جنگ را درستر. با افزایش حملات هوایی تلفات غیر نظامیان هم بیشتر شده است. نهادها و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان طرفهای این جنگ را زیر فشار باید قرار بدهند. دفاتر دیگه که طالبان دارن اونا را وادار به ایست بسازن که کسایی که جنگ میکنن بر از اونا توصیه بکنن که از جای عامه دور شون و در آنجا عملیات نکنن و در ضمن میتونن که یک پالیسی درست، یک پالیسی منظم از طرف حکومت ساخته شود که تلفات افراد ملکی کم شود. وزارت دفاع افغانستان اما میگوید که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان افزون بر این که راهبرد خاصی دارد، کمیته نظارت بر عملیات نظامی را نیز ایجاد کرده است. این وزارت میگوید در آن مناطقی که احتمال تلفات غیر نظامیان وجود دارد بر جنگجویان طالب حمله نمی کند. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. جنرال دیوید پتریس، رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی یا CIA امریکا، میگوید پاکستان سیاست‌های کارساز را برای افغانستان ندارد و ایالات متحده باید روی استراتژی ادامه حضور قوای آمریکایی تصمیم بگیرد، نه خروج کامل از افغانستان. آقای پتریس که قمندان ارشد سابق نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان و عراق نیز بود، میگوید طالبان طرفدار صلح نیستند و خروج کامل نیروهای آمریکایی متضمن ثبات در افغانستان نیست. همکارم نینا ژیلا نوری و اجمل سنگریار با جنرال پتریس در شهر نیویورک مصاحبه اختصاصی انجام دادند. شما در گزارشی که در والستری جورنال به نشر رسید در مورد خروج نیروهای آمریکایی نظریات داشتین. پیشنهاد شما در مورد خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان چی است؟ خب اول بگذارید فقط بگویم که فکر میکنم قابل درک است که هر رئیس جمهور واقعا قصد دارد تا نیروهای آمریکایی را بیرون کند و در نهایت افغانستان را ترک کند. علاوه بر این به عنوان یک قمندان سابق میدانم قیمت آنچه که ما در آنجا انجام میدهیم چیست. هیچ کس نمیخواهد افغانستان را رها کند، اما سوال این است که چه کاری باید صورت گیرد و تحت چه شرایطی باشد. ما باید مطمئن باشیم که منافع ملی ما حفظ باشد. ما معتقدیم که این امر باید با در نظر داشت میل القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گیرد. قبلا نیز در وال استریت جورنال گفتم که در عوض استراتژی خروج ما باید استراتژی برای ماندن در آنجا داشته باشیم. مطمئنا باید تلاش کنیم که نیروهای امنیتی افغان و سایر نهادهای افغانستان را تا حد امکان تقویت کنیم. بخشی از سوالم را تا جای پاسخ دادین. شما گفتین ترک افغانستان تکرار اشتباه امریکا در عراق است. شما طرفدار حضور دائمی امریکا در افغانستان هستین؟ No, not permanent, but again, look, we've
نه، برای دائم نه، ولی ببینید ما حدود 7 دهه در کوریا بودیم. با حضور 10,000 سرباز در اروپا بوده ایم. سربازان ما بر اساس یک دلیل در آنجا حضور دارند. به خاطر منافع ملی حضور دارند. فکر میکنم در افغانستان نیز منافع ملی مداوم وجود دارد. همچنان به خاطر داشته باشید که در مبارزه ایالات متحده و شرکایش در برابر تروریسم که هنوز هم جریان دارد، افغانستان یک محل مهم است. واکنش شما در مورد مذاکرات صلح آمریکا با طالبان چی است و فکر میکنید طالبان برای برقراری صلح در افغانستان متحد هستند یا اینکه میخواهند حکومت افغانستان و امنیت در کشور متزلزل بسازند؟ فکر میکنم که طالبان از هر طریقی که ممکن باشد میخواهند ما را بیرون کنند. اما فراتر از آن، من بعضی از نگرانی های دیگر نیز دارم. اول، فکر نمی کنم که طالبان حتی به صلح متعهد باشند. فکر نمی کنم که طالبان بتوانند که حتی همقطاران دیگر خود را قناعت دهند که سلاح خود را به زمین بگذارند. طوری که ما در ماهای اخیر شاهد بوده ایم، بسیاری از طالبان با صفوف داعش و القاعده یک جا شده اند، زیرا آنان می خواهند به جنگ و فعالیت های غیرقانونی ادامه دهند. بناهن این یک دستاورد بزرگ خواهد بود که اگر طالبان سلاح را بگذارند و شامل اجتماع و نظام شوند. شما می دانید که تا کنون گروه های مختلف شورشیان در خاک پاکستان باقی ماندن و پاکستان پناهگاه امن دشت افغانان است. به نظر شما پاکستان در پروسه صلح افغانستان چه نقش بازی کرده می تواند؟ پاکستان می تواند نقش مهمی را ایفا کند، اما سالها در مورد تمایل آن کشور برای کنترل واقعی آن مناطق تردید داشته ایم که در آن گروه های مانند طالبان افغان، شبکه حقانی، القاعده، دولت اسلامی یا داعش و دیگران در خارج از خاک افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده اند. این که رهبری طالبان شورای کویته نامیده می شود یک دلیل وجود دارد. کویته محل است که رهبری و مراکز طالبان در آنجا وجود دارد و واضحاً که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است. همیشه سوالات و تردید در مورد تمایل و علاقمندی پاکستان مبنی بر توجه به این ساحات و پایان دادن به کنترل گروه‌های افراطی وجود داشته است. نظر شما در مورد سیاست‌های دفاعی دارای ترامپ چی است؟ بخصوص بر افغانستان و پاکستان فکر می‌کنید ترامپ در برابر افغانستان و پاکستان سیاست درست را در پیش گرفته است؟ ابتدا باید در نظر داشته باشیم که حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با ائتلاف بین المللی یک جا تعهد ایالات متحده را در قبال افغانستان افزایش داده است. فراتر از آن، بر پاکستان نیز فشار آورده شده است. مذاکرات زیاد با آنان صورت گرفته است. من کارکرد زلمه خلیلزاد را تمجید می کنم. من با او در عراق کار کرده ام. او یک شخص بسیار لایق و مؤثر است. بدون شک باید از طریق مذاکرات به یک نتیجه رسید. ولی نتیجه باید پایدار و مناسب باشد. نه این که منجر به چیز شود که چند سال پس از یک توافق ما دوباره برگردیم. شما در مورد تلاش های آقای خلیلزاد در مذاکرات صلح اشاره کردین. بعد از اینکه ترامپ مذاکرات را لغو کرد، طالبان در مسکو، تهران و بیجینگ ملاقات های داشتند. فکر میکنید کشورهای همسایه افغانستان تأثیری در برقراری صلح در افغانستان دارند؟ در زمانهای مختلف ایران باعث مزاحمت و شرارت شده است. ایران طالبان را مسلح ساخته، بخصوص در نقاط جنوب غربی افغانستان. با در نظر داشت حضور گذشته شوروی در افغانستان، روسیه یک تاریخ بسیار مغلق داشته و می خواهد این را به اثبات برساند که نفوذ بزرگ دارد. اما فکر نمی کنم که چنین باشد. چین نیز تا حد دخیل بوده و بعضی از سرمایه گذاری های نیز کرده، اما در حقیقت سود واقعی از آن نکرده است. مرا غلط تصور نکنید. هر یکی از این کشورها می تواند نقش سازنده داشته باشند، اما نمی تواند یک نقش سازنده قاطعانه باشد. Tecnologia da Unione. Giro già salomba.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که قضیه استیضاح او ممکن تا سر محکمه بکشد، در حالی که قصر سفید نامه ای را در این مورد شب گذشته نوشته است. از سوی دیگر نظرسنجی های اخیر نشان میداد که تعداد کسانی که خواهان استیضاح رئیس جمهور ترامپ هستند افزایش یافته است و دموکرات ها بیشترین فشار را روی تسریع روند تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ آوردند. رئیس جمهور ترامپ پیش بینی می کند که نبرد استیضاح وی با دموکرات های مجلس نمایندگان به سر محکمه آمریکا خواهد کشید. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه گفت که در تماس تلفنی وی با رئیس جمهور ترامپ او هیچ گونه تخفیفی نشده است که بتواند به تقاضای استیضاح رئیس جمهور ترامپ کمک کند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه یک روز پس از اینکه قصر سفید از شرکت در تحقیق تحت رهبری دموکرات‌ها مبنی بر اینکه آقای ترامپ باید استیضاح شود یا خیر امتناع می‌ورزید به یکی از خبرنگاران گفت: همه این یک دسیسه است. ما دیروز نامه‌ای نوشتیم که احتمالاً منتهی به یک قضیه در اسرع محکمه خواهد شد و ممکن خیلی طول بکشد. نمی‌دانم. اما حزب جمهوری‌خواه به شکل غیر قابل باور از سوی دموکرات‌ها با رفتار بد و غیر عادلانه مواجه شده است. از سوی دیگر هم زلنسکی میکوشد تا شهرت خود را نجات دهد و از بازی‌های سیاسی ایالات متحده فاصله گیرد. وی در پاسخ به سوالی که آیا آقای ترامپ او را برای تحقیق در مورد جو بایدن رقیب دموکراتش در ازای کمک‌های نظامی با اوکراین در نبرد با جدای طلبان تحت حمایت روسیه فشار آورده است گفت، وی پس از تماس تلفنی 25 جولای متوجه شده که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های نظامی‌اش را به اوکراین متوقف ساخته است. از سوی دیگر ترامپ گفته که اگر جمهوری خواهان سهم عادلانه به دست آورند با دموکرات‌های مجلس نمایندگان همکاری خواهد کرد. با این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته است که دموکرات‌ها امتناع رئیس جمهور ترامپ از همکاری را ثبوت بیشتر روی تخطی از قانون تلقی می‌کنند. جو بایدن برای اولین بار روز چهارشنبه علناً گفت اقدامات رئیس جمهور ترامپ مستلزم استیضاح است. با سخنان و اقدامات خود رئیس جمهور ترامپ خود را متهم کرد. او با ممانعت از اجرای عدالت، امتناع از همکاری با کنگره، پیش از پیش خودش را محکوم کرده است. با نگاه کامل به جهان و شهروندان ایالات متحده، دونالد ترامپ سوگندنامه‌اش را به حیث رئیس جمهور ایالات متحده نقض کرده و به این ملت خیانت کرده و اعمالی را که باعث استیضاح می‌شود انجام داده است. چندین نظرسنجی منتشر شده زمانی که پلوسی آغاز تحقیقات استیضاح را در 24 سپتامبر اعلام کرد، تغییر نظرها را در اوایل سال جاری نشان داده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از استیضاح نسبت به اوایل سال جاری تغییر چشمگیری داشته است. نظرسنجی شبکه فاکس نیوز که این هفته صورت گرفت حاکی است که 51% از آمریکایی ها اکنون می گویند که ترامپ باید استیضاح شده و از سمت خود برکنار شود، در حالی که در ماه جولای این آمار 42% عنوان شده بود. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. خبرنگاران بدون سرحد یکی از کاندیدان دریافت جایزه امسال صلح نوبل می باشد که قرار است این جایزه در آخر هفته جاری به برندگان اعطا گردد. خبرنگاران بدون سرحد آزادی اطلاعات را ترغیب می کند و بزرگترین نهاد غیر انتفاعی جهان است که در دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت دارد. این گروه می گوید که خبرنگاران دفاع این گروه می گوید که از خبرنگاران دفاع می کند که به شیوه مستقلانه در کشورهای مختلف من جمله میانمار و افغانستان اخبار را تبارز می دهند. جایزه نوبل ابتکار آلفرد نوبل یک تجارت پوشه ثروتمند سویدنی است که اولین دور جوایز آن در سال 1901 در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات و صلح تفویض شد. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. در ولایت ننگرهار افغانستان میزان بیکاری زنان تحصیل کرده تا 51% افزایش یافته است. اداره امور زنان ننگرهار علت این افزایش را عدم موجودیت برنامه های کاری و توقف فعالیت های برخی ارگان های خارجی در آن ولایت خوانده است. در ننگرهار در کنار پوهنتون دولتی 6 موسسه تحصیلات عالی خصوصی و بیشتر از 10 موسسه تحصیلات نیمه عالی فعالیت دارند. جذب و فراغت دختران در این موسسات بیشتر است. اکنون در حدود 1000 زن در دوائر دولتی و غیر دولتی ننگرهار مشغول کارند. طبق معلومات اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی در ننگرهار،
همه سال صدها دختر تحصیل کرده سند فراغت را دریافت می کنند. اما طبق آمار اداره 51% زنان تحصیل کرده شاغل نیستند. به گفته ای رئیس این اداره، نسبت به میزان زنان تحصیل کرده فرصتهای کاری به زنان وجود ندارد. علت از اینکه 51% خواهر تحصیل کرده ما بیکار است، چون در سالهای قبل زیادتر از اینجورها مؤسسات و دیگر ارگانها بسیار فعالیت داشتند. خواهر ما مصروف از با بودند، چون با مرور سال که میشه با مرور زمان بعض اینجورها از بین میره یا مؤسسات از اینجا میرن، با ما حساب خواهر ما بیکار میشه و همچنان خواهر ما چون از مکتب فارغ میشن، از پنتونا فارغ میشن، سالهای پیش یا محصل یا شاگرد میشن، چون حال فارغ میشن به خاطر کاریابی یا تلاش میکنن. در این میان زنان تحصیل کرده اینی زستن که به علت نبودی زمینه‌های کاری در دولت و موسسات همکار با فعالیت‌های شخصی پرداخته و پیشه صنعت را با پیش میبرن. دختران تحصیل کرده میگویند که با وجودی که سالها از فراغتشان گذشته ولی بهره ای از تحصیل خود نبرداشتند. 5 سال میشه از دارالمعلمین فارغ هستم و 2 سال میشه که از رشته قابلیتی فارغ هستم، اما تا هنوز هیچ کدام وظیفه برام پیدا نشده. سر از این که ما بسیار کوشش کردیم، بسیار اداره به اداره گشتیم، مگر من هیچ کدام وظیفه به خود پیدا نکردم که من زندگی من براحت‌تر پیش ببرم. که در ننگرهار وضعیت مردم چندان خوبی نیست، از لحاظ اقتصاد هم دیده شد و از لحاظ امنیت هم. ما در یک قانونی درس خواندیم، تعلیم کردیم، تا یک حد خود رساندیم، اما دولت چرا در مقابل نایق بی‌توجه باشد که با ما وظیفه نده؟ شبکه زنان افغان در زون شرق نیز از میزان بلند بیکاری زنان تحصیل کرده نگران است. تایید می‌کنیم که در زون شرق یا در ولایت ننگرهار زنان هستند که تحصیل کردن اما شغل کدام خاص شغل وظیفه ندارند، بیکار هستند. بیرا تایید میکنم که ازی بسیاری عوامل دارند. یکی از عوامل ازی نبودی پروژه هستند که اینجا باید پروژه، دولت باید پروژه کچی کنند بیاره و تدبیخش باید شوند و به زنان کار و روزگار وظیفه باید پیدا شوند. روی معلومات اداره امور زنان ننگرهار، از حضور 30% قانونی کارمندان زن در ارگانهای دولتی تا هنوز از 10-15% زنان در اداره های دولتی ننگرهار کار میکنند. بال هم فشرده از رویدادهای جالب جهان از همکارم خدیجه هما الکوزه. روسیه، بیش از 30,000 نفر به هدف ترویج بایسکل رانی در شهرها برای مبارزه از آلودگی هوا به بایسکل رانی پرداختند. نخستین بار بایسکل رانی در مسکو از سال 2011 آغاز شد و اکنون بیش از 3 میلیون بایسکل در مسکو وجود دارد. عراق، و از سوی دیگر یک زوج عراقی به هدف مبارزه با آلودگی هوا در مراسم ازدواج خود در شهر سلیمانیه از بایسکل استفاده کردند. این زوج به مردم گل اهدیه کردند و مسئولیت یک گربه را نیز به دوش گرفتند. چین، در یک شب مهتابی فیلمبرداری صحنه جالب تیاره‌ای که از کنار مهتاب می‌گذشت و با تلسکوپ 80 اکسل ثبت شد توجه را جلب کرد. مردم سراسر چین در یک جشنواره سنتی از دیدن مناظر و چهره کامل مهتاب یا شب مهتابی لذت بردند. هند، و در یک جشنواره فرهنگی مذهبی در جنوب هند که در فصل برداشت محصولات زراعتی برگزار می شود، هنرمندان با پوشیدن لباس های فرهنگی، چهره آرایی و رقص داستان کلاسیک داکشایاگام یکی از شخصیت های مذهب اندوها را به نمایش گذاشتند. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. جهان، سپاس از همراهیتان تا این دم. نشرات دری در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات تلویزیون آشنا به زبان پشتو در نیم ساعت بعدی به میزبانی شایسته سعادت لامی ادامه دارد. شایسته جان سلام بر شما. با امید برنامه خوب. دیرم منن از یاسب کور ودان. د امریکا د سنا جرګی لای و هیئت سره د افغان ولسمشر د پرونی غونډی جزئیات او د سولې په بهیر کې د حکومت لخوا پر ځنو مهم